به نام خدا سلام میکنم به شما بیننده های خوب شبکه آموزش خوشحالم که این شانس رو داشتم یه بار دیگه از دریچه دوربین این شبکه بیام در خدمت شما بینندگان عزیز با یک قسمت دیگه از برنامه پخت و پس کنار من هم استاد حسین بهرامی هستن سباش خوب و کاربلد برنامه سلام ممنونم سلام خدمت شما سلام خدمت همه عزیزان امیدوارم که باز هم آماده باشین که یه بخش دیگه از برنامه های آشپزی رو در خدمتون باشیم اما امروز, امروز یه غذایی قضای داریم یه غذایی که یه مقدار سلامت نیست البته سرخ کردنی از این هی سرز میکنم که چربیش یکم بالاست اما وقتی روغن اضافش گرفته بشه بعد از سرخ کردن میتونه به مورد مصرف همه اعضای خانواده قرار بگیره فقط حالت یک کم داره علت انتخاب این منو هم اینه که باز اگه عزیزان میخوان غذای سرخ کردنی بخورن خودشون تو منزل آماده بکنن که از میزان سرخ شدنش و استفاده چندین مرتبه عدم استفاده چندین مرتبه از روغن مطمئن باشه یعنی یه فست فود سالم خونگی امروز داریم از نظر کالری پس میتونه خود بالا باشه فکر می‌کنم به خاطر بله البته روغن اضافش اضافهش روغن. خارج, میشه. خارج میشه. بعد از سرخ شدن ولی به هر حال چون در روغن قوطه سرخ میشه مقدار کالری بالاست پس شما هم یادتون نره روغن اضافه را حتما از این غذا بگیرید تا غذای سالمی رو بخورید هم که شما هم مثل من بی صبرانه منتظر تا مواد اولیه مواد لازم برای این غذا این فاست خونگی رو بدونید در خدمت شما این, این غذا اسمش فیله استریپس اما میتونه مرغ استریپس هم باشه اگر به جای فیله از سینه مرغ استفاده کنید و برش هاش رو مثل فیله بزنید میشه مرغ استریپس ولی اگر از فیله استفاده کنید فیله استریپس هست با مواد لازمی که خدمتتون میکنم فیله مرغ 500 گرم فیله مرغ پاک شده از ادویه های زیادی استفاده می کنیم مثل میخک یک, ه... یک پینچ تا دو پینچ علت در عرض می کنم از تخم گشنیز استفاده می کنیم یک چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه داریم یک چهارم قاشق چای خوری از پودر زنجبیل استفاده می کنیم اون هم یک چهارم قاشق چای خوری از پودر سیر استفاده می کنیم یک چهارم قاشق چایخوری و نمک نمک در واقع آشپزخانه یک دوم قاشق چایخوری استفاده می کنیم لیمو ترش یک عدد و همچنین از یک پیمانه اندازه گیری آب استفاده می کنیم. اینها مواد داخلی تعمدار کننده فیله مرغمون هستن اما برای روکش هم ما نیاز به کمی ادویه داریم که برای این قسمت از جوز هندی استفاده می کنیم چیزی حدود یک هشتم قاشق چای خوری تا یک چهارم میتونید استفاده کنید چون ادویه ها گرم هست اگه تب بدن عزیزان گرم هست کمتر استفاده بکنن همچنین از پودر سیر استفاده میکنیم اون هم میتونن یک چهارم قاشق چای خوری استفاده بکنن تا یک دوم قاشق چای خوری نمک و فلفل سیاه با توجه به میزانی که داخل مرینه یا سس تمدار کننده زدن اما باید داخل روغن بوتور سرخ شه پس یه چیزی حدود نیم لیتر هم روغن, روغن نیاز داره میخک رو من دیدم الان توضیح دادین این یکم کم راجبش بگین چون معمولا معمول نیست توی غذاها بله میخک برای غذاهای دوا پروتئینی خیلی استفاده میشه عطر و رایحه بسیار زیادی داره اما یه مشکل داره عزیزانی که کم خونی دارن بهتر از میخک استفاده نکنن نه. میگم تا شما میخواییم مرغا رو دار کنین من یک توضیحی بدم راجع به ظروفی که امروز توی آشپزخونه داریم شما با من بیاین این طرف ببخشید آقای بهرامی ما میریم ظروف رو به بینندگان عزیز معرفی کنیم امروز توی برنامهمون سرویس پنج پارچهی ای وک گرانیتی داریم یک سرویس کامل و خوب برای پخت و پز اگر آشپزی حرفه ای میخواید اگر آشپزی آسون میخواید اگر میخواید غذاتون نسوزه نچسبه به ظرف این سرویس رو ما به شما پیشنهاد میدیم ظروفی که مدت هاست تو برنامه پخت و پز داره ازش استفاده میشه و کیفیت بالایی داره این سرویس واک گرانیتی یک سال زمانت داره و تونسته نشان استاندارد ایران رو هم دریافت کنه که سندیه برای کیفیتش از طرف تولید کننده عزیزان قیمت این سرویس 199 هزار تومنه اما 100 هزار تومن تخفیف وجود داره برای شماهایی که بیننده پخت و پزید چرا؟ چون مستقیما از تولید کننده خرید میکنید شما کافی تلفن همراه و بردارید عدد سه رو به سامانه 109666 ارسال کنید اون موقع میتونید این محصول رو برای خودتون سفارش بدید از طرف تولید کننده با شما تماس میگیرن و محصول رو هم در منزل بهتون تحویل میدن پس اول من برم سر وقت مواد روکش تا هنوز دستم مرتوب نشده توسط خیس بودن مرغ و لیمو ترش و اینها آرد سفید گندم رو داخل ظرف بزرگتری میریزم چون باید آرد حجمش زیاد بشه همه این آرد به مصرف غذامون نمیرسه اما مواد باید داخلش قلتونده بشه پس حجمش باید کمی زیاد باشه من جزء هندی ادویه های در واقع که باید داخل روکش زده بشه رو بهش اضافه میکنم که شامل جز هندی بود از پودر سیر استفاده میکنم همچنین نمک و فلفل سیاه اگر ذائقه‌تون به تندی هست میتونید از فلفل قرمز هم کمی استفاده بکنید رایحه زیادی داخل این غذا هست به واسطه خصلت و خاصیتش من این مواد رو ترکیب کردم فقط کافیه که با قاشقی اینها رو زیر و رو بکنیم تا یک دست بشن توی این فاصله آرد رو میذارم کنار و میرم سر وقت مواد مرینید کننده در واقع سس های تمدار کننده رو ما بهشون سس های مرینید میگیم برای این کار نیاز دارم که لیمو ترش رو آبش رو بگیرم و برای این کار اگه عزیزان با چنگال یه مقدار سوراخش بکنن لیمو ترش رو میبینید که به راحتی آب لیمو ازش خارج میشه هسته های لیمو رو ازش جدا خواهیم کرد برای اینکه نمیخوایم در خلال مزهدار شدن تلخ بکنه طعم مرغ ما رو هسته ها جدا میشه و بعد مواد دیگه بهش اضافه میشه یکی از اون مواد اصلی که حجم زیادی رو هم داره آب هست آب رو هم اضافه میکنیم علت استفاده از یک پیمانه آب اینه که میخوایم به راحتی تمام این مواد مرینید بشه یا مزهدار بشه حالا میریم سر وقت افزودن ادویه های دیگر این غذا تخمه گشنی زنجبیل میخک رو با اجزتون من اضافه نمی کنم چون متاسفانه یه خود مشکل کمپونی زیاد شده برای همین ترجیح میدم از میخک استفاده نکنم که عزیزان دوچاره مشکل نشن و اگر تمایل داشتین اینجا هم میتونید یه مقدار اگه خواستین اسپایسی یا تم تون بشه از فلفل قرمز هم استفاده بکنید تمام این ادویه هایی که عرض کرده بودم ترکیب میشه و فیله های مرغ رو نمیخواد بعد از شستن آب اضافیش خیلی گرفته شه فیله های مرغ رو داخل این مواد قرار میدیم اجازه میدیم یه چیزی حدود سه چهار ساعت استراحت کنه و مزه دار بشه و بعدش میریم سر وقت مرحله آرد زدن و سرخ کردن در خدمتون هستم جان خداوردی عزیز خیلی ممنون از شما های بهرامی این فیله استریپس رو دارن آماده میکنن توی سرویس وک پنج پارچه گرانیتی که میبینید اینجا جلوی من یک سرویس کاملش هست دسته های مقاوم در برابر حرارت داره آب نمیشه نمیسوزه تغییر شکل نمیده بوی بد سوختگی در زمان آشپزی تو آشپزخونه تو ایجاد نمیکنه رنگ بیرونی هم همینطور در برابر حرارت مقاوم هست و رنگ زیبایی هم داره یک بافت حالت چرم روش کار شده این سرویس عزیزان درهای پیرکس داره با سوپاپ اطمینان و زوار استیل ضد زنگ و مهمترین ویژگیش داشتن پوشش گرانیتی این پوششی که میبینید روغن کم میخواد مواد بهش نمیچسبه شستشوی بسیار آسونی هم داره قیمتش 199 هزار تومنه اما با 100 هزار تومن تخفیفی که تو برنامه پخت و پز وجود داره قیمتش میشه 99 هزار تومن اگر شما مایلید از این تخفیف خوب استفاده کنید و یک سرویس وک پنج پارچه گرانیتی تو آشپس خونتون داشته باشید کافیه تلفن همراهتون رو بردارید و عدد سه رو به سامانه 1966 ارسال کنید از طرف تولید کننده با شما تماس میگیرند و محصول رو هم در منزل بهتون تحویل میدن میریم تو آشپزخونه سراغ ادامه آشپزی آقا بهرامی شما به کجا رسیدین؟ بعد اجزه بدیم یه مقدار مزدار شدن اتفاق بیفته اگه چقدر بعد استراحت کنه؟ باید. یه سه چهار ساعتی, ساعتی بعد استراحت ساعت کنه اگه زمان دارن عزیزان یک شب بهش استراحت بدن یه مقدار استراحت کنه نشانه مزهدار شدن و آماده شدنش اینه که رنگ گوشت مرغامو به واسطه دارا بودن اسید لیمو اینها شروع میکنه سفید شدن الان کمی بلوری رنگ کرم رنگ این میره به سمت کاملا سفید شدن و وقتی که کاملا سفید شد ابتدا یه مقدار بافت فیله مرغ رو با فشار انگشتان دست یه مقدار باز میکنیم که در خلال سرخ شدن بتونه به راحتی مغز پخت بشه ده. مرحله آرد زدن رو به محض اینکه انجام میدیم باید داخل روغن قوطه بر بره پس اینها یه مقدار استراحت کنه من روغن رو هم داغ بکنم و در خدمتتون باشم ما هم به همراه اونها استراحت میکنیم این روغن که من گذاشتم گرم شد دیگه الان فکر کنم بسیار عالی باید کاملا راحت روغن اگر سرد باشه به محض اینکه این مواد رو میندازیم داخلش چون بردینگ شده چون آردپاشی شده اگر داغ نباشه میره کف ظرف رو میچسبه و, و این قشر از روش جدا میشه اما بعد از مزهدار کردن قرار شد که ما این فیله ها رو یه مقدار فقط با کشیدن این دو سمت فیله از روی با از بله فقط بازش بکنیم یه مقدار برای اینکه بهتر و سریعتر مغز پخت بشه نمیخواد رطوبتش رو بگیرید مستقیم بندازیمش داخل ظرف حالا اینجا یه نکته بسیار مهم داره وقتی که میخوایم مزه دارش بکن در واقع حالت آردزنی رو انجام بدیم باید این مواد کاملا داخل آرد بغلته یه بار فشارش میدیم و رهاش میکنیم این حالت باعث میشه که کمی حالت در واقع پولکی به خودش بگیره این کار رو دو تا سه مرتبه میتونید تکرار بکنید حتما ظرف در واقع بلند رو انتخاب بکنید دیواره بلند که بتونه این آرده کمتر به اطراف بپاشه باید بذاریم یه چیزی حدود 10 سانیه تا 15 سانیه داخل آب سرد باقی بمونه و بعدش هم باید مجدد این آرد زدن رو تکرارش بکنیم آب باید حتما سرد سرد باشه آرد سرد بله هر چه سردتر باشه بهتر 10 ثانیه 15 ثانیه دست به اون فیله نمیزنیم و اجازه میدیم حالت در واقع اون مرتوب شدن آرد اتفاق بیفته حالا اینجا من برای اینکه خیلی زمان رو از دست ندم مجدد خارجش میکنم و داخل ترکیب باز دو آرد داخل بله عزیزان اگر نمیتونن این کار رو انجام بدن و فکر میکنن سخته تو منزل کافی انتهای فیله رو بگیرن شروع کنن فیله رو چرخوندن داخل بافت آرد یه مرتبه دیگه این رو من آردزنی میکنم و بعد داخل روغن قوطه ور قرارش میدم حالا نوبت گردوندن اون توی دقیقاً مرحله آخر که انجام شد آردزنی که انجام میشه اگه دقت بفرمایید حالت پولکی پیدا میکنه باید داخل روغن داغ قرار بگیر اول تست میگیرم ببینم روغن داغ هست یا نه و اگر ممکنه دیگه شما مراقبش باشین چون با دستکش خطرناکه با دستکش لاتکس هیچ وقت با شعله کار نکنید چون خطرناکه ممکنه برون تو آتیش بگیره تو دستتون دقیقاً دومی هم آمده. باید دومی بعد از بدیم سرخ شدنش اتفاق بیفته تقریبا یه چیز حدود 4 دقیقه تا 5 دقیقه سرخ بشه در دمای روغنی که الان 175 درجه است به واسطه اون سرخ شدنی که دیدیم اجازه میدیم یه پختی بگیرن اینها و طلایی بشن اگه دوست داشتی میتونید طلایی قهوه ایشون بکنید اینور اونور که نمیخواد بر. نه نه چون روغن قوطهوره خب به فیل استریپس ما آماده است خیلی خوب خوشمزه ما که من اینجا خوردیم قبل از اینکه آقای بهرامی اون رو بیارن توی بشقاب و با تزیینات ویژه خودشون سرو کنن خواهش میکنم از حضورتون که این غذا مدت زمان پختش خیلی طولانی نیست اما یه نکته داره بعد از آنکه که آرد زنی میشه باید به سرعت سرخش کنیم اگر بذاریم بمونه روی کفه بشقاب دو مرتبه یه طرفش کاملا پرست و تخت میشه دیگه حالت پولکیش رو از دست خواهد داد پس در فوتش این قسمت دقیقا و سرخ کردن که باید بلافاصله انجام میشه هم این بخش همون قسمت آردزنیه اون آردزنیه رو اگه خوب انجام بدن پولک خوبی براش ایجاد میشه البته برای مزدار شدن اول مرینید بشه تمدار بشه به خوبی و بعد این زحمت رو بکشید و آردزنی و سرخ کردن رو انجام بدید غذای خوشمزمون همونطور که دیدید توی وک پنج پارچه گرانیتی درست کردیم یک سرویس خوب و مناسب هست. به خاطر دیواره های بلند شما هر غذایی رو میتونید تو این تب کنید انواع خورشت، سوپ و حتی برنج رو هم میتونید تو این ظروف بپزید پاشش روغن به بیرون تو گاز اطراف محل آشپزی خیلی کم اتفاق میفته و زحمت شما برای تمیز کردن این محل هم خیلی کمتر خواهد بود این سرویس عزیزان سه عدد تابه داره کوچک متوسط بزرگ دو تا در که درهای پیرکس هست با سوپاپ اطمینان و استیل ضد زنگ که به عنوان زوار دور خودش داره قیمت این سرویس 199 هزار تومان ها. اما نه برای شمایی که الان پخت و پذه ببینید 100 هزار تومان تخفیف داره یعنی شما میتونید با 99 هزار تومان این محصول رو برای خودتون سفارش بدید کافی تلفن همراه رو بردارید و عدد 3 رو به سامانه 109666 ارسال کنید از طرف تولید کننده با شما تماس میگیرند ثبت سفارش میشه و بعد هم ظرف 48 تا 72 ساعت محصول رو در منزل بهتون با احترام تحویل میدن در همون زمان تحویل هم شما میتونید مبلغ رو پرداخت کنید آقا شما صحبت دیگه ای دارید؟ خیر فقط برای سس های مکمل هم عزیزان میتونن از سس گوجه فرنگی یا ترکیبات سس های دستازی که خودشون با پایه گوجه فرنگی درست میکنن استفاده بکنن. یه نویدم بدیم ان در جلسات بعدی طرز تهیه چند مدل سس رو به شیوه گرم هم انجام خواهیم خیلی ممنونیم از شما. داشت. امیدواریم از این برنامه هم لذت برده باشید تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار.